یهودیان تمدنی به وجود آوردند که امروز پایه و اساس تمدن‌های بزرگ جهان است. خب حالا باز میخوام ضمن این که به گذشته میریم باز به امروز باز برگردیم، یک کلمه ایست که من بهتر از شما کسی فکر نمی کنم بتونه توضیح بده، استفاده از کلمه صهیونیسم به اون صورت بار منفی است که میبینیم در یک زمانی در ادبیات اعراب افراطی بود، حالا در جمهوری اسلامی کاملا این کلمه هم به عنوان یک چیز بسیار منفی استفاده میشه. واقعا چی صهیونیست وقتی میگن این صهیونیست چه جور هیولاییست؟ من میخوام ببینم که چون از هر موضوعی میگن برای صهیونیسم جهانی کار میکنم از این حرفا، این چیست اصولا؟ بله، باز این واژه‌ای که شما فرمودید و من الان درستش رو خواهم گفت، این هم باز یکی از سنت‌های مالکیت یهود بر این سرزمین است. ببینید صهیونیسم که در عبری و در زبان‌های لاتین میگویند سیونیسم یا زاینیسم، از واژه سیون میاد یا سیون به زبان عبری. سیون همون تپه‌ای است که گفتم بیت المقدس به روی آن بنا شده، و سیونیست کسی است که مهم نیست یهودی باشه یا غیر یهودی باشه، سیونیست کسی است که باور داره که همانطور که ملت ایران در کشور ایران زندگی میکنه و ملت فرانسه در کشور فرانسه و ملت ایتالیا در کشور ایتالیا و اهالی مالزی در کشور مالزی، یهودیان هم حق دارند که در سرزمین پدری خودشون یعنی در سیون زندگی بکنن. بنابراین هر کس که ایمان داره که یهودی هم انسان وطنی داشته در گذشته که این وطنش رو ازش گرفتن و الان به این وطن بازگشته، اون هم سیونیست محسوب میشه و اون هم باید بهش احترام گذاشت. اگر آمدند و از واژه سیونیست مفهومهای بد گرفتند، واقعا این دیگه باید به حساب اونها نوشته بشه. من یادمه که دورانی در رادیو اسرائیل شنونده از رشت زنگ زد گفت آقای امیر این صهیونیسم چیه که وقتی برنج در گیلان نایاب میشه یا زمین لرزه در کرمان میاد؟ میگویند کار صهیونیست. ببینید من یه مثال خیلی امروزی براتون بزنم. یه حجت الاسلامی فکر میکنم اسمش نجفیان هست، گفته است که عشق، واژه عشق و عشق ورزیدن بین زن و مرد یک توطئه صهیونیستی است. خب چه میگن؟ یعنی مهر و محبت رو هم میگن که صهیونیستیه و ما افتخار میکنیم. البته عرض کنم حالا خب قضیه جمهوری اسلامی پیش کشیده شد، آیا خب اسرائیل و اعراب و بیشتر خب همش میگفتن که تمام این اختلافات ناشی از اختلاف بسر موضوع فلسطینی هاست، اما این بسر یک مرتبه در این معادله جمهوری اسلامی پیدا شد. اول در روند صلح دیدیم که خب هیچ نوع، حتی موقعی که بین اعراب و اسرائیل اولین اختلاف در زمان رانالد ریگن اولین باری که اینها با هم دیگه به نوعی توافقی رسیدن، باز هم ایران شروع کرد به اشکال تراشی و به اصطلاح محکوم کرد اینو، اما بعدن حالا یواشهاش خودش به صورت یکی از دشمنان قضیه در اومده، یعنی دشمن اسرائیل. آیا این برای اسرائیل وقتی که ایران به این صورت دار شد واقعا شگفت آفرین بود؟ آیا اسرائیل انتظار چنین چیزی رو داشت از این حکومت یا نداشت؟ شما بگید آقای امیر. ببینید آقای بهارلو، این برای من بسیار دردآوره که من ایرانی آمدم در اسرائیل نشستم و وطن من ایران با کشوری که در اون زندگی میکنم اسرائیل در حال کشاکش هست. این هرگز در طول تاریخ سابقه نداشته. 2700 سال یهودیان در ایران سابقه دارن. کوروش کبیر در تورات مقدس به نام مسیح خداوند نام برده شده. در دوران پیش از حکومت اسلامی انواع و اقسام همکاری های انسانی بین اسرائیل و ایران وجود داشت. ببینید دشت قزوین رو بعد از اون زلزله بزرگی که در سالهای 60 رخ داد در اونجا و به کلی ویران کرد، آمدن و کارشناسان اسرائیلی اونجا رو نوسازی کردن. در زلزله که 3-4 سال پیش در قزوین
رخداد تمام خانه ها خراب شد جز خانه هایی که کارشناسان اسرائیلی ساخته بودن. اسرائیل و ایران در زمینه کشاورزی، پزشکی، تکنولوژی، دانشگاهی، علم، صنعت، همه چیز با هم همکاری داشتن. الان این حکومت آمده و همه چیز رو میخواد برهم بزنه. علتش پرسیدید چرا؟ یک علت ساده داره. یک گروه افراد متعصب مذهبی در ایران به روی کار آمدن که اونها می اندیشند که دین راستین اسلام، هنگامی که اسلام آمد همه ی ادیان دیگه درش ادغام شدن و نابود شدن و حق زندگی ندارن و این اسلام مهمترین مذهبش مذهب شیعه است و اسلام شیعه باید بر سراسر دنیای اسلام و دنیای غیر اسلام حکومت بکنه و تا هنگامی که کشور اسرائیلی در این منطقه وجود داره این امپراتوری برپا نخواهد شد. و من احمدی نژاد رو برای شما نقل میکنم و یادآوری میکنم، روزی که گفت اسرائیل باید از نقشه جغرافیا محو شود، گفت وقتی که اسرائیل نابود بشه تازه این اولین مرحله درگیری ما با فرهنگ غرب و مذهب مسیحیت خواهد بود. یعنی در واقع اینها نه فقط خواهان نابودی اسرائیل هستن، میخوان همه بشریت نابود بشه و یک دنیای واحدی به وجود بیاد که اون دنیای اسلام شیعه هست و همینطور که امروز بهایان خوب ایران رو اینچنین میکشن و مورد تعقیب و آزار قرار میدن. پس به گمان شما آقای امیر، آنچه میفرمایید یهودیان و بهایان اینها مقدمه ایست برای اینکه حساب اینها رسیده بشه به حساب بعدی ها برسن، اینچنین میفرمایید؟ ببینید منظورم همه هست، هر کس که با من مسلمان شیعه بنیادگرا تفاوت داره اون باید نابود بشه. اگر بهایی، بلوچ، یهودی، کرد، ترکمن، مسیحی، فرانسوی، آلمانی یا بودایی یا سیاه پوسته، اینها همه در تصور باطل احمدی نژاد و با آمدن حضرت مهدی امام زمان اینها همه یکی میشن و مسلمان میشن و به مذهب شیعه روی میآورن. اینه، یعنی اینها میخوان همه چیز رو باطل بکنن و یک رنگ در دنیا وجود داشته باشه و یک قرائت از اسلام وجود داشته باشه و اون باورهای مذهبی است که این گروه بنیادگرا در ایران دارن. یکی از بینندگان ما آقای امیر اشاره میکنه که موضوعی که جناح حکومتی سعی میکنه در میان ایرانی ها شایع بکنه این شایع است که اسرائیل خواستار تجزیه ایران است و در این راستا از گروه های تجزیه طلب هم حمایت میکند. شما در این قضیه چه میفرمایید؟ من ببینید ایران همیشه در طول تاریخ با اسرائیل و یهودیان روابط بسیار دوستانه‌ای داشته. اگر ایران تجزیه بشه این بزرگترین خطر برای موجودیت اسرائیل خواهد بود، نه فقط اسرائیل بلکه هیچ کشوری خواهان تجزیه ایران نیست جز دشمنان ایران و اسرائیل مسلماً یکی از باستانی ترین و طبیعی ترین دوستان سرزمین ایران و ملت ایران هست، به خاطر اینکه تجزیه ایران صلح منطقه و جهان رو به خطر میاندازه و یعنی نه فقط برای موجودیت ایران خطرناکه بلکه برای منطقه و جهان هم خطرناکه. بنابراین هر کس که نیکی ایران رو میخواهد، هر کس که منافعش در ادامه موجودیت ایران هست و از جمله اسرائیل، اینها خواهان حفظ تمامیت ارضی و سیادت کامل ملت و سرزمین ایران هستند.